تو داری ادای داداش آتشو در میاری. آره بده منم ادایشو در بیارم. بده ببینم. هیچ کس نمیتونه مثل من باشه. شما داری ندایی منو در میاری؟ بله بزن قدش. خوب شد. آقا آتش باید یه چیزی بهتون بگم. قربان چند وقته این قضیه عکس از میز شما عقب میندازیم. حالا تو من هر از گاهی وقت میکنم میفرستم، ولی خب بازم ممکنه یادم بره. میدونی فسو خانم هم که منتظر بهانه است دیگه. خواستم یادآوری کنم بهتون که حتما یه عکسی بندازیم. باشه باشه ایلتر، چی کار کنیم؟ جستای خانمادگی به نظرت ما خوشبختی؟ تا جایی که میشه باید به نظر برسید دیگه. یه سوال بپرسم، به نظر تو بین من و داداش آتیشه چی هست؟ موافقم، چون منم نمیدونم. پس وقتی میبینم قشنگ نگام میکنه، بعد با خودم میگم نه بابا اون به همه دخترها اینطوری نگاه میکنه. بعضی وقتا خیلی بامزه است، ولی بعضی وقتا خیلی بیرحمه. تازه دمدمی هم هست، نمیدونم چه حسی به هم داره، اصلا نمیفهمم. ولش کن، بگذاریم، بیخیال بیخیال. نه من اصلا چرا باید این رو بهت بگم؟ تو هم باید به هیچ کس نگی. باشی بگذارم اونی هم تو رو دوست داره. آبجی جون تو چیزی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. حرف زد؟ آره تو حرف زدی. آره یه بار دیگه شده؟ بگو عزیزم. چیزی گفت؟ بیرید حرف زد. واقعا خودم شنیدم. ولی چی گفت؟ بیرید به منم بگو لطفا. بیرید آبجی جون تو باره حرف بزن لطفا. خیلی دلم برای صدا تنگ شده. بیرید با من حرف بزن. بگو چی گفتی لطفا. بیرید حرف بزن دیگه. بیرید لطفا چی گفت؟ لیلا چی گفت؟ بیرید چی حرف زد؟ آره یه بار دیگه بگو چی گفتی. چیز ما داشتیم عرصه بازی میکردیم. خب یه بار دیگه بازی کنی. یه بار دیگه بازی کنی. یه کلمه دیگه با من حرف بزن. حرف بزن تو رو بیرید. خواهش میکنم یه لحظه سب کنه. یه لحظه به من نگاه کن با من حرف کنه. سب کنه سب اینطوری نمیشه که، چون که به احساس میکنه که تحت فشار قرار داره. اگه بخوایم تحت فشارش بذاریم ممکنه باز بره تو لاک خودش. واسه همین باید هر چی زودتر بریم پیش روانشناس. درست این کار اینه.